ظاهراً آمریکا فشارهای سیاسی از بهر آغاز فوری مذاکرات صلح میان افغانان را بر حکومت بیشتر کرده است. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ بامداد روز سه‌شنبه با رئیس جمهوری تلفنی صحبت کرده است. دفتر شورای امنیت ملی آمریکا در توییتر میگوید این تماس تلفنی در مورد آغاز بیدرنگ مذاکرات میان افغانان بوده است. مشاور شورای امنیت ملی امروز در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور غنی در مورد نیاز به گفتگوهای میان افغانان و آغاز بیدرنگ این گفتگوها بحث کردند و یک بار دیگر بر حمایت ایالات متحده از یک افغانستان مقتدر، دموکرات و یک پارچه که هرگز دیگر منابع حراس افغانی بین المللی نباید باشد تاکید کرد. پروسه صلح، رهایی زندانیان طالبان و رهایی اسیرهای حکومت افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث بود. هر دو طرف تاکید بر این کرد که مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و گروه طالبان باید هر چه زودتر آغاز شود. آگاهان میگویند آمریکا از بهر نزدیکی زمان انتخابات ریاست جمهوری این کشور و داشتن یک دستاورد برای دونالد ترامپ از هر نوع فشار بر حکومت از بهر آغاز مذاکرات مستقیم صلح با طالبان کار میگیرد. اونا میخواهند که نتیجه از این مذاکرات حداقل قبل از آغاز انتخابات که در ماه نوامبر شروع میشه، یعنی یک ماه قبل تقریبا، میخواهند که چیز دستاورد داشته باشند. اما در افغانستان بیشتر باورها بر این است که حکومت وظیفه خودش در مورد آغاز مذاکرات صلح و پیشبرد این روند را به درستی انجام داده است و حالا نیاز است طالبان از خود حسن نیت نشان بدهند. ایجاب میکند که سازمان ملل متحد بر مبنای قوانین جهانی مسئولیتش را در قبال مردم افغانستان انجام دهد. در یک هفته گذشته دولت آمریکا تماس مکرر با هیئت طالبان، مقامهای کشورهای پاکستان، قطر و افغانستان در مورد صلح داشتند. ظاهرا این بار تصمیم واشنگتن در مورد آغاز مذاکرات میان افغانان جدی است.